سلام، خیلی مخلصیم. امروز اومدم براتون یه پیتزا پز امتحان کنم ببینم چجوریه، خوبه یا بده، بخریم یا نخریم. البته ما خریدیم، رفته تو پاچمون اگه بد باشه. با ما همراه باشید. بریم برای باز کردن این پیتزا پز که بعد یک هفته معطلی بالاخره رسید. رنگ در رنگ های مختلف بود، رنگ مشکی شما برداشتیم فکر میکنم، و قیمت این پیتزا پز تقریبا 120 تا 130 دلار. براتون آنباکسینگ کنیم، تا حالا نکرده بودم این کارو. ببینیم چی جوری. مرسی. خب حالا شاید برای بعضی ها سوال بشه چرا پیتزا پز؟ خب دلیلش مشخصه، چون که فرای خونه کیفیت پیتزا پزای بیرون رو نداره و اگه شما خمیر خوب داشته باشید میتونید پیتزاهای خوبی بزنید مثل کیفیت‌های پیتزاهای بیرون. پس بریم ببینیم چجوریه دیگه. بریم برای باز کردنش. این پارو مکوش مریمنشه. کاتالوگش که فکر نمی‌کنم چیز خاصی داشته باشه. این از کاتالوگش فکر نمی‌کنم، چون که سیستم کار باش خیلی راحت. خب این حالت پارواشه که به صورت دو تیکه است و من تا حالا با این پاروها کار نکردم. فکر کنم راحت باشه، میتونید خمیر رو روش باز کنید، بلند کنید و از دو طرف بکشید. این از پاروش. شکلش هم که به صورت کلاکاسکت‌های موتورهای قدیمیه که پیرمردا می‌ذاشتن تو سرشون، میگن در 4 دقیقه میتونید پیتزا داخلش بزنی. دمای داخلش به 400 درجه میرسه که واسه پیتزا عالیه. دماش از اینجا تنظیم میشه 1 تا 5 و اینم زمانشه. این لامپ نشون میده که داخلش گرما کامل شده و اینم از داخلش یه المنت، یه صفحه 28 سانتیمتر هم قطر دایره است. بریم ببینیم چجوریه دیگه، کار میکنه یا نه. با ما همراه باشید. خب من اینو گذاشتم روی شماره 5 به این معنیه که دمای تو به 400 رسیده و چراغ رو خاموش شد. بریم برای باز کردن پیتزا بذاریم توش. من خودم خیلی شوق زدم ببینم واقعا این در 4 دقیقه این پیتزا رو درست میکنه یا نه. خب من یه ذره آرد بکشم روی میز. خمیری هم که براتون دارم میخوام امتحان بکنم، این خمیر رسپیش توی کانالم هست، براتون میذارم زیر ویدیو، برید ببینید. پس سری من خیلی خودم شوق زدم این کار رو انجام بدم ببینم واقعا در عرض 4 دقیقه این به ما پیتزا میده یا نه. بریم برای باز کردن خمیرمون. خمیرمون رو میخوایم لباشو تقریبا زخامتش رو زیاد بدیم شبیه پیتزای ناپولی بشه. از آرد سمولینا هم استفاده میکنم برای باز کردنش. بریم برای زدن سس گوجه فرنگیمون ببینیم چجوری میشه. اولش که روشن میکنی به خاطر اینکه نوعی بوی نوعی میده. امیدوارم پیتزامون بو رو نگیره. سالامی، 3 تا بسه و پاپریکا. چه حرارتی داره. سری ببندش. زمان پختش 3.5 دقیقه است. استارت میزنیم. عجب پیتزایی شد. یه ذره بچرخونش. این سمت هم بگیره.
خب این رو دمای 5 بود ماکسیموم دماش، که یه ذره این لبه ها رو زد بیشت برشته کرد. من میارمش رو دمای 4 ببینم اینجا به چه صورته، یعنی زیر 3 دقیقه تقریبا این پیتزا رو واسه ما آماده کرد. بریم رو دمای 4، چون که من نمیخوام اینجا بسوزه اینجا سفید بشه، میخوام دورش تمام یک نواخ رنگ بگیره. بریم برای پیتزا دومو بندازیم ببینیم چجوری میشه. این پیتزا اول ولی خوب شد خدایی، من راضیم. بریم پیتزای دوم. بریم برای دومین پیتزا. آرد روی میز کار، خمیر، لبای پیتزا رو خوب قشنگ ناپولیش کنیم. من با این پاروا کار نکردم، یه ذره واسم سخت. سس گوجه فرنگی، پنیر پیتزا، سالامی. این دفعه میخوام 4 تا بزنم. پاپریکا قرمز. این دفعه میخوام روغن زیتونم به ویرجین. دمای 4 استارت. ببینیم چند دقیقه درست میکنه. میخوام دقیقا روی زمان 3.5 دقیقه بازش کنم ببینم چه اتفاقی میفته. نه نشد. بریم برای پر روی دمای 4. خیلی دماش فرق میکنه با دمای 5ش. دمای 5ش واقعا وحشیه. دمای 4ش آقا رو دمای 4 درست کنید. دمای 4ش عالیه و بوی پیتزامون خیلی بهتره و فکر میکنم همون رو 4 تا 4.5 دقیقه رو دمای 4ش عالی باشه. چهار دقیقه پیتزا رو برمیگردم. 4.5 دقیقه عالی. یه ذره دیگه احتیاج داره رنگ بگیره دوراش. یه ایرادی داره این بغلاش، ایناش رنگ نمیگیره. خب بعد 5 دقیقه پیتزای ما تو دمای 4 آماده شد، ولی یه ایرادی که من احساس میکنم تو این دستگاه اینی که شما وقتی میخواین ناپولینسک بزنی، چون که المنت از بالا میگیره، این لبه های بغل و دیگه مثل فر پیتزایی که ما باش کار میکنیم اینا سفید میمونه و تنها مشکلش اینه. رو سرعت عمل که عالیه، روی شوکی که به خمیر میده عالیه، یعنی اصلا قابل مقایسه با فر خونه نیست، ولی تا 70% کارو در میاره این. یعنی کسایی که خیلی ریزبین باشن روی پیتزا متوجه میشن که خب این خمیر اینجاش الان یه ذره نپخته است و روش اینا برشته است. اینم به خاطر لبای بزرگی که ما دادیم بهش. ولی در نهایت برای ما 70% کارو حفظ کرد و ما راضیم. و اگر ما بخوایم پیتزا پز بخریم اینو میخریم، به قیمتش میارزه، کار را میندازه، ولی حرفه‌ای نیست. خب خمیر سومو من میخوام باهاش ببینم میتونم نون بپزم یا نه. بله نگاه کنید، نونم پخت واسم. همین خمیر پیتزا رو ما برداشتیم نونش کردیم، چه نون خوبی هم داد، دستش درد نکنه. یه ذره وسطش فقط نازک شد، البته این نازک باز کردن باعث میشه که اگر همه رو یه تیکه باز کنید نونتون هم خیلی خوب میشه. پس این دستگاه هم نون میزنه هم پیتزا کارو در میاره. من ازش راضیم.
خدا هم ازت راضی باشه. خب من تو تبلیغاتش دیده بودم که یه آقایی گفت پیتزا بو میگیره، خواهم ببینم واقعا بو میگیره یا بو نداره. اصلا بو نداره و پیتزا هم خیلی خوشمزه درست کرد. الان میتونم بگم 80% کارو این پیتزا میکر براتون توی خونه در میاره. حتما اگر اهل پیتزا پختن و پیتزا درست کردن هستید، اگر یه خمیر خوب داشته باشید تو خونه میتونید پیتزا خوشمزه هم بخورید. اگر این ویدیو به 500 تا کم خدایی به 1000 تا لایک برسه، دوباره من میرم یه دستگاه جدید دیگه میخرم، دستگاهی که توی هر آشپزخونه ممکنه نباشه و امتحانش برای شما جذاب باشه. میارم براتون امتحان میکنم ببینیم چجوریه، کار میکنه یا کار نمیکنه. جلو ضرر رو بگیری منفعته، من ضرر میدم که شما ضرر نکنیم. چه آدم خوبی هستم. امیدوارم از ویدیو ما لذت برده باشید. اگر این ویدیو دوست دارید برام کامنت بنویسید، لایک هم بزنید، زنگوله هم بذارید رو آل و امیدوارم همیشه خوش و سلامت باشید در کنار خانواده مهربونتون. تا برنامه بعدی زودی برمیگردیم. خدا نگهدارتون.